با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در سراسر ایران و دنیا. این کلیپ کوتاه خواهد بود. خدمت شما عرض کنم که متاسفانه افراد خیلی زیادی یا رو دلسوزی یا اینکه نه به عمد کارهایی میکنن که شما سیستم تصمیم گیریتون به هم بریزه، به خصوص روی این ویروس مانورای پوچ میدن. از طرف پروفسور سمیعی نوشتن، از طرف اون نوشتن، هر کسی یک میکروفون دست که حرفای مفت میزنه. و اینم شما هم بدونید اونایی که چه آمدن چه سهون میکنید چوبش هم میخورید. پروفسور سمیعی جراس به اون چه مربوطی مسئله؟ پس از طرف ایشون درست کردن، هرچه من ازش دل خوشی ندارم. یکی از توصیه زیادی که همه میگن مصرف ویتامین C، مصرف ویتامین C، مصرف ویتامین C. دوستان عزیز، ویتامین C از یه حدش بیشتر بخورید، همین حالت اگر به خیر دست داده که آقای محمدی ما شو تعب شدیم فلان شدیم با مریض شدیم، نه دوستان عزیز، اون از عوارض مصرف بالای ویتامین C است. یه دوزی داره، یه مصرفی داره. سوا این که شما بس ویتامین C زیاد مصرف کنید دچار عوارض کلیوی و افسار میشید، حالا تعب و استکراب دست میده، بیخوابی بهتون دست میده، کاملا بیتاب میشید. این از عوارض مصرف بالای ویتامین C. خودشون رو جر و جر میکنه آقا مصرف کنید، مصرف کنید، مصرف کنید. تو که نمیدونی مؤدبانه خفه شو، چی بهت بگم آخه؟ جامعه رو چرا به هم میرسی؟ متاسفانه 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 دوستان ما هم یاران ما هم همه جاها رو میرن میگردن و همه رو استفاده میکنن. شما اگه از این ویروس مریض نشید از این نسخه های متنوع و متفاوت و متضاد مریض خواهید شد. حرفی هیچ کس رو گوش نکنید، من جون حرف بنده رو گوش نکنید، ولی راه خودتون رو برید، روال زندگی خودتون ادامه بدید. پس به دیگر دوستان توصیه کنم ویتامین C مصرف بالاش عوارض جبران ناپذیری داره، بیتابی میاره، حالا تهوع میاره و الی آخر. برید مطالعه کنید دوستان، هست که اون دو سه خط رو میخونید یا دو سه دقیقه رو گوش میکنید، برید مطالعه کنید. خب قانون کائنات کاملا در خدمت ملت ایران قرار گرفته و داره کمک میکنه. میگن تهاجم ماهان، آقای محمدی خبر نداری مگر چی شده؟ تهاجم ماهانی که آمریکا چیز کرد، تحریم کرده. کو تحریم؟ آقای ماهان تو تحریمی. خب تحریم چی؟ چه تحریم؟ باید پرواز نکنه، باید حرکت نکنه، نه که تو تحریم هستی، تموم شده، کلکت کنده است، چه کار میخواد بکنه؟ فوش قطعه یدکی قبلا میخرید، مثلا میخوام بگم 10 دلار، حالا میخره 1000 دلار، اما پرواز که میکنه. وقتی قانون تحریم است که پرواز ممنوع بشه، حرکت نکنن، هیچ جا راش ندن. اما کو آمریکا حرف مفت میزنه، بلوف زیاد میزنه، ترامپ از این حرفا زیاد زده، از این زیاد خورده. تحریم اون موقع است، ولی خالو کرد دیگه، به تمام دنیا هدیه پرانی کرد، همه دنیا رو آباد کرد، همه دنیا رو ویروس فرستاد. به زودی زود اروپا رو کلا میگیره، ایتالیا رو گرفته، کم کم وضعیت قرمز اعلام میشه، سری آی فوتبالشون تعطیل شده، فوتبال دیگه هم تعطیل میشه. و این فوتبال تعطیل شدن خیلی خوبه، خیلی خوبه، مردم از این سرگرمی های خورده خلاص میشن و میان به تفکر وادار میشن. یکی از دوستان میگفتش که شما گفتی کشورها حق به تو اینا. بله دوستان عزیز، وقتی کشورها آگاه میشن، ملت آگاه میشن، از سازمان میان بیرون، میان بیرون، اون از مشروعیت میفته. حق به تو بده کنار و قطعا میره کنار. این یکی دو سال اخیر اتفاق خواهد افتاد بدون برو برگرد، چون این گرگ های اون پشت حالا همه پیر شدن و همه داغو شدن و دیگه همشون مریض هم شدن. پس قانون کائنات به کمک ایران داره میاد. تمام ماهان کاری که کرد، این خود قانون کائنات کاری خواهد کرد که این پروازاش تحریم بشه، نره همکاری که مرزها رو بستن، تا افغانستان مرزش رو بسته و مرزهای دیگه، و اونایی که بی حیا بودن و تو کشور مدرد حقشون بود بمونن و نمیتونن برن، دارن سکته میکنند. جونتون در بیاد، جونتون در بیاد. کسی که این ملت مظلوم این همه ظلم ستم بکنه، هر برای سرش بیاد حقش. دوستان واتساپ من براتون ببینید مطلب میفتم. من دو گروه تو واتساپ دارم، یه گروه هستن که افراد زیر گروه خودم هستند، اینا لاقل روزی نه دو روز یک بار واتساپشون رو پاک میکنن دوباره از نو که هاردشون جا داشته شده، مطلب براشون میفرستم یا پیامی براشون میفرستم به دستشون برسون، میجونه فیلم ها. یه گروه از دوستان معمولی من هستم، بوده اونا هم 40 50 هزار نفر هستن، اینا متاسفانه هفته به هفته دراز براش پاک نمیکنن. باز آقای محمدی برام کلیپ نفرست، آقا نکرد، نه ایزم برام هم میفرستم. شما هم لطف بکنید یک کوچک تکونی به خودتون بدید، روز به روز یک بار گوشیتو خاموش هم بکنید، بچم هارچو پاک کنید. من که نمیتونم بیام هارد شما رو پاک کنم به جای شما بیام صاف کنم، نمیتونم. مثلا از من بعضی از این رو کنترل میکنم، چون واقعا برای من هزینه داره،
واقعا مشکل داره واسه من، این همه بخوام ارسال کنم بعد شما توجه نکنید، باز از من بخواید از من، من با کمال احترام براتون میفرستم، ولی یک بار دو بار سه بار وقت من محدود دوست هستید، شما یه حرکتی به خودتون بدید لطفا، اونایی که تو واتساپ هستن نمیخوایدم بس یاد دست. بله سپاه پاسداران میگه حالا من که دارم میرم دیگه برای من نجوشی تو کله سگ بجوشه، هدفش اینه اگر میرن چینی ها رو میرن این کارا رو اون کارا رو میکنن، این هم یک نوع باج‌خواهی از دنیاست، اما خودشم توی قضیه غرق هستن. همین یگانه ویژه نیروی ویژه خیلی ها گرفتن، خامنه ای هفته قبل یا 10 روز قبل 12 روز قبل در قم بوده با علما دیار کرده، 60-70% محافظاش گرفتند، حالا تا به خودش برسه دیگه خودش میدونه، میگن گفت گرفتن یه فرق نمیکنه، این ویروس دیگه به پست و مقام و پاگون و درجه نگاه نمیکنه، عنوان نگاه نمیکنه، براش هیچ فرقی نمیکنه، میکشه میگیره و اونها هم که زود میترسن بیشتر توی این قضیه خواهن رفت. کم کم داره فراگیر میشه، ما بیرون نرید، بچه‌ها مرسه نرن، دانشگاه یا نرن که خوشبختانه تعطیل اداره تعطیل کنن. دوستان اداره شما کجا میخواین برید؟ چه کار میخواین بکنید؟ آیا این دست شما بوده این کار؟ و نرید ادارات. برای خودتون، خودتون میدونید. من وظیفه‌م گفتن هست. تصمیم با خودتونه. تدبیر شما در تقدیر شما، سرنوشت شما، خانواده شما موثره. با دست خودتون میخواین خودتون رو نفله کنین، دیگه ارتباطی به من نداره. ولی برید میخوای اداره برید برید. واسه من چیزی نداره. من وظیفه‌م گفتن هست. وظیفه شما هم یا عمل کردن یا عمل نکردن است. هر دوشم تبعاتش و منافعش و مضرراتش واسه خود شماست. چیزی واسه من داره؟ تو جیب من چیزی میره؟ نه، من وظیفه‌م گفتن هست. به عنوان یک معلم وظیفه‌م گفتن هست. خواپند گیرین خام ملال. میگم آقا من دارم قشنگ به زبان ساده میام، میگم برای پیشگیری این کارا رو بکنید. آقا من الکل میخوام بزنم. بزنید به چه واسه چه به من داری میگید؟ تو الکل استنشاق بکنی چه اتفاقی میفته؟ آقا اونا که مشروب میخورن سالمن. هر کسی حرف زده شکر خورده با جد آباده. چرا؟ چون وقتی شما الکل میخورید کبد الکل رو نمیشناسه، به سیستم دفاعی بدن فشار میاره، فشار که آورد کاری نمیتونن بکنن، بیشتر میخورید کبد بزرگ میشه، رشد میکنه و عوارض بعدیش هست. دوستان عزیز هدف من تمام یک کلمه است این قصه که کاری کن سیستم دفاعی بدن شما کمتر خسته بشه. اگه سیستم دفاعی بدن شما قوی باشه تو مرکز این ویروس هم باشید یه سرماخوردگی و تموم شد پی کارش، ولی شما سیستم دفاع بدنتون با ویتامین C مصرف زیاد با اون کار با این کار و همه داروی غیر به قول معروف هماهنگ رو مصرف میکنید و غذای متفاوت، هر غذا من که گفتم غذا اینو بخور اون نخور دوست عزیز، چرا خودتون به خودتون آسیب میرسونید؟ البته خودتون میدونید. این دیگه این چیزی نیست که سیاسی باشه و فلان باشه، هیچ چی نیست، نه تظاهرات نه انتخابات نه هیچ چی نیست، این تصمیم شما برای زندگی شخصی خود و خانواده خودته. به من چه الکل من میگیرم جلو بینیم آخ خیالم راحت. عزیز من الکل هر چی کار میخوای بکنی اینا اشتباه است، اون الکل میره تو ریت جذب میشه و بعد از برای در سر درست میکنه، چون راه ساده رو انتخاب نمیکنید، میره دور راه سخت. خب من خدمتتون که ببینم دیگه چیز دارم اینجا گفتن. بله کل نیروهای ویژه هم چیز شدن و خدمت شما عرض کنم که آلوده شدن. حالا بفهمن ضعف و بدبختی خودشون در مقابل قانون کائنات چی هست. ظلم کردی باید ببینی. کم کم تمام، نه که فقط ماهان، تمام پروازهای خروجی ایران رو جلوش میبندن، مرز زمینی که بستن، چون دیدن که اینها به قول معروف به هیچ صراط مستقیمی سم حرف گوش نمی کنن. آمریکا و اونم که فعلا خودشون سرگرم انتخابات کردن، فکر کردید دموکرات ها بهش بلایی سر شما هم میاد. اون وقت اینجاست نکته قشنگ و متاسفانه قشنگ و متاسفانه قشنگ اینجاست که اروپایی ها خیلی بدنشون رو سوسول بار آوردن و خیلی آنالیز میکنن، خیلی ترتمیز اینها. آمریکایی هم همچنین، ما ها کشیدیم، ما گرگ بارون دیده هستیم و از سختیم. آلودگی در کشور شما بیاد که اومده با رشدش تصاعدیه، تصاعدیه، فهمیدید؟ و تا جایی که اداراتون تعطیل بشه، راه هم تعطیل بشه، متروها تعطیل بشه، دانشگاه ها تعطیل بشه، فوتبال ها تعطیل بشه و بشینید پای کامپیوتراتون. اما آلودگیش اگه در ایران یک نفر چهار نفر میتونه آلوده بکنه، در اروپا یک نفر 14 نفر، چون آسیب پذیری شما از نظر سیستم بدنی این هم قانون بستنی هست که گفتم. بستنی ایران 2500 باکتری داره، بستنی اروپا بین 1000 تا 1500 داره. پس اگه اونا بستنی ما رو بخورن مریض میشن، ما بستنی رو بخوریم هیچ چیزی نمیشه. ایام بکام روز باشه.